خیابان صفاییه، وقفه. الان دارن چقدر میدن؟ آقای محمدی میگفت من که رئیس سازمان شدم ایناس ماهی یا سالی 3000 تومان میدادن. گفت من خیلی مدیر قوی بودم که ضرب در 10 کردن، گفتم 30000 تومان بدید. مغازه صفایی وقف داره، طرف ماهی 30000 تومان میده، باورتون میشه؟ من طلبه تو نه تو تو آب و این کاری کن اون این کاری کن. برادر من میخوام امام قوم باشم، من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم، بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم، با این آخه من میتونم این کاری بکنم. تئوری رو اصلا از بد جایی داریم شروع میکنیم، از بد جایی داریم شروع میکنیم. من یه سالی اول کاری پرسیدم، گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرها یه زمانشون هستن. برادر امام صادق علیه السلام داره میره نمیدونم بغداد که خیانت کنه، امام میدونه، شاگردای امام هم میدونن، اومدن بهش گفتن برادر داداش، امام آورده اندازه کل آن چیزی که قرار هارون و رشید بهش بده به بهانه خرج سفر بهش میده، میگه شما داری میره. گفتن آقا این اندازه پول برای نفری که داره میره که زیرا به شما رو بزنه. گفت خواستم این رو حق چیز رو براش تمام بکنم، مجتم براش تمام بکنم. چقدر داشته؟ خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه، از کجا داشتن اونا؟ منطق رو غلط داریم میچینیم. بلخواه شما یه حدودی رو برای زندگی طلبگی برای آجا ببین من قرار امام قوم باشم، امام قوم باید مثل امام صادق. ببین امام میفرماد ولی فقیه مثل پیغمبره، پیغمبر گدا نیست ولی فقیه نباید پیغمبر این باشه. به من گفتم تو ورثه الانبیایی، نبی گدا نداشتی منم نباید گدا باشم. نبی دستش باز بوده میداده، چرا من چی از پیغمبر را ارث بردم؟ فقط علم؟ من میخوام بگم که این تمکن مالی از طلبه گرفته شده با تئوری هایی که داریم در میاریم، با تئوری هایی که داریم در میاریم. مسئله موقوفات رو اصلا اجازه نمیدن. این همه برای ما سخنرانی میکنن که نمیدونم آقا شما طلب اینجوری زندگی کنی، یکی نمیاد وسط بره بگه آقا من میخوام ایثار کنم برم همین موقوفه اصفهان رو نمیدونم در برم. 10 پاساژ در تهران وقف حوزه های علمی است. فکر میکنید از این 10 پاساژ چند تا جمله حوزه علمی است؟ بابا آقا من میگم ما رو بی مهارت تربیت کردن. هتل عباسی وقف حوزه علمی